خب بده گرامی شما شاهد بدین بر روز شنبه نخستین جلسه شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با حضور غنی عبدالله عبدالله و شمار دیگری از شخصیت های سیاسی و جهادی افغانستان بر روز شنبه 5 دسامبر در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. البته چیزی که جالب است که علمی چهره ها مستثنای چند جوانی که آمدن که جوان ها هم آدم های عادی نیست مثل فلدی، گروپ فلدی و اینا، بقیه تماما کسایی هستن که در 40 سال گذشته گاه دوست بودن و گاه دشمن و گاه در برابر هم جنگیدن و گاه دست دوستی به سوی همدیگر دراز کردن و برحله کسان دیگر رز میدن. یعنی بر حالتش بیشتر چهره ها اینمی افراد بودن. یعنی مشخص هست که افغانستان و اینمی 3 میلیون نفوس را که نمیفهم ما 3 میلیون نفوس داریم یا نداریم، اینمی القای خاص است که در انحصار گرفتن، با گروگان گرفتن و اینی تا زمانی که اینا هستن، تا زمانی که ما یک ملت هستیم که روز به روز سرکوب شده میریم، اینا خودشان بعد از این فرزندایشان و بعد از این هم نواسایشان بالای مردم ما حکومت خواهد کردن. غنی در مراسم روز شنبه گفت که تیم مذاکره کننده افغانستان در این دوره گفتگوها از ارزش‌های قانون اساسی و تصامیم لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان با قوت نمایندگی کردن و از تمام از اینا حمایت کرد و قدردانی کرد. عبدالله عبدالله هم در آغاز صحبت خود گفت که رفتن به طرف صلح در یک مرحله تاریخی به اجماع و وحدت ملی نیاز داره. حرفای بسیار شیرین شیرین گفت بیندای گرامی که خوب است که در این بخش توجه شما را به بخش از صحبت عبدالله عبدالله جلب کنیم و به دنبالش ما هم صحبت خود می داشته باشیم. دقت کنین. 2-3 نکته را میخوایم یادآوری کنم. رفتن به طرف صلح در یک فرصت بسیار تاریخی، در یک مرحله بسیار حساس تاریخی کشور ما، از همه بیشتر مثل که بیشترم یادآوری کردم، به اجماع و وحدت ضرورت داره و با ذهنیت همه شمول، با عمل کرده همه شمول، ما میتونیم که وحدت در جمهوری اسلامی افغانستان تأمین کنیم و مردم افغانستان اراده خود و نیت خود در مورد صلح ثابت کردند. بلوی جرگا پیشتر جناب رئیس جمهورم اشاره داشتن و تمثیل اراده مردم افغانستان نمایندگی خوب صورت گرفت. یک صدا همه خواستار صلح با عزت و پایدار بودند، با حفظ نهادهای کشور، با حفظ دستاوردهای کشور، اما با ای که با قبول ای اصل که رفتن به طرف صلح قربانی از همه می خواهد. خب عرف آخر عبدالله برای ما جالب است بینده اگرامی. ای که میگه مردم افغانستان حاضر به قربانی هستند، اما نگفتن که تا چی زمانی و چرا تنها مردم افغانستان قربانی بده و تا آنی که قربانی هایی را که دادن در 40 سال گذشته ثمره ایشان چی بود، حاصلشان چی شد. آیا شرم آور نیست برای این کسایی که دور میز نشسته بودن که در عین روز نشر میشه که 90% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارن و هیچ خانه نیست که داغدار نباشه؟ اما آیا این کسایی که دور هم نشسته بودن داغدار بودن؟ داغ فرزند دیدن؟ داغ قوم خویش دیدن؟ اکثریتشان اعضای فامیلشان، خانوادهایشان، فرزندایشان در خارج از کشور زندگی میکنن. اینا از درد ملت چی میفهمن؟
از اینا وقتی که پرسان کنی که بگو با من چه حالت می رود بر تو، اگر تیر خدا ناکرده فرزند تو را بر خاک اندازد و از این داغ توان فرسا صدای زجه تلخ تو را بر گنبد افلاک اندازد، بگو با من چه حالت می رود بر تو، بگو با من چه حالت می رود بر تو. پاسخی ندارن، جواب نداره، برای ازی که تعالی اینا به درد فرزند و جگرگوشی خدا ندیدن، اینا رنج بی فرزندی را نکشیدن. اگر در سنگر بودن و در سنگر نیستن، در رفاه و آسایش زندگی میکنن. ثانیاً بندای گرامی، این حرف عبدالله هم یک معنی دیگه داره. معنی دیگه چیست که این میگه که ما قربانی میتیم برای چی؟ برای تامین سال. خب از روزی که 6000 رس ایوان وحشی به نام طالب و تورس از زندان ها آزاد شدن، مگه می قربانی نبود؟ امتیاز دهی نبود؟ دستاوردش چی شد؟ از روزی که اینا به اصطلاح آزاد شدن، می دامنه خشونت چقدر زیاد شد، چقدر ما قربانی دادیم، چقدر هموطنان ما اینجا از بین رفتن. ولی تا امروز شما نشدین که جانب تروریستای طالب هم بگه که ما هم حاضر هستیم قربانی بدیم، ما هم حاضر هستیم که امتیاز بدیم تا بالاخره این مشکل حل شوه. همه تا جایی است که امروز اینا امتیاز داده میرین، اکثر امتیاز دی از اینا بازی با عزت و آبرو و شرف و تاریخ و همه چیز ما تاریخ کشور ما هست، اما اون طرف حتی حاضر نیست که به نام جمهوری اسلامی افغانستان بالای یک میز مذاکره بالای از اینا بشینه. اونقدر تنزیلشان داد که از جمهوری اسلامی افغانستان به یک گروه مذاکره کننده یا گروه متخاصم اینا رو تنظیم داد. این شرم کلان تاریخ کجا میبره غنی؟ خب غنی شرم نداره که مثلا این شرم از این شرم یه حیا کنه، خجالت بکشه. و چرا این همه امتیاز دادن ها؟ مگر اینکه رازهایی باشه در درون از اینا و فشارهای بیرونی باشه که خود از اینا میفهمن ولی ملت نمیفهمن. فشارهای بیشتر از دید من فشارها بیشتر از امریکا و انگلیس است و اینا ناگزیر هستن من حیث وابسته ها، من حیث نوکرها، من حیث جواسیس و فروخته شده ها با کلمات بازی کنن، با عیسیت و آبرو و عزت مردم ما بسیار بیشرمانه بازی کنن. در این میان همگی صحبت کرده بیناگرامی، همگی شما شنیدین. خب من هم صحبت ها را تمام ششیندم. برای ما اگر دو ساعت نفر صحبت کنه، فقط ما شاید دو ساعت یک دقیقی صحبت لازم داشته باشیم. در این محفل فقط یک عرف، یک اشاره که استاد عطا کردن در بخش از صحبت‌های خود، این تقریبا اصل مسئله را به مجلس که مردمی که حاضر بود اینجا گفتن و برای بیرون از مجلس هم فهموندن که عرف‌های هست. خب اینا ما برای شما بیدگرامی بخش از صحبت‌های آقای نور هم برتان میگذارم. شما این صحبت ها را دقت کنین و بسیار دقت گوش کنین. این حرف ها بسیار پیام هایی داره برای ما و شما. این حرف ها در سرنوشت ما و شما، سرنوشت هموطنان ما تأثیر بسیار زیاد داره. گوش کنین. ما چگونه میتونیم به صورت پایدار دسترسی پیدا بکنیم در پولی که ارزش های خودم حفظ بکنیم؟ باید یک برنامه وجود داشته باشه که ما قدم اولی ما چیه، قدم دومی ما چیه، قدم سومی ما چیه، خط سرخ ما کس بخوای نخوای خط سرخ داریم ما. میگن که خط سرخ در مذاکرات نباشه، اگر اعلان نمیکنیم ولی پیش خود ما خط سرخ باید باشه. وقتی که ارزش ها رو ما از دست میتیم، وقتی که خواهی مسئله رو ما اگر لغو کسی بگه لغو رو ما از دست بتیم، وقتی که مجلسین ما از دست بتیم، وقتی که ما نظام متزلزل بسازیم، خب پس خط سرخ هیچ نداشته باشیم، ما بسیار توان قیمت، توان بسیار بلند میتیم. برداشت شما چی بود از این صحبت ها؟ ادلابلای صحبت های آقای نور تو برمیه که احتمالاً شاید حتما شاید هم توافقات در دوحه صورت گرفته که با ظاهر قضیه
یعنی با ظاهر قضیه تیم های مذاکره کننده که در دوحه دور امن نشستن و سه مشهد نشستن فرق داره و یک نمایش است برای فریب اذهان عامه. حتی من در یک گزارش هم خوندم که وقتی عمران خان به کابل آمد در جلسه که با غنی داشت از حکومت موقت یاد کرد و غنی هم گفته که در صورتی که رئیس دولت حکومت موقت باشم من مشکل ندارم. خب اینو ببینیم که هر کدام روی منافع خود میچرخنه روی منافع ملی ما. و بالاخره امروز شما شنیدین تا فعلا که روزنامه 8 صبح رازهای از مذاکرات دوحه را افشا نمود که شباهت زیادی با حرفای آقای نور داره که در جلسه بیان کردن. آنچه که بیشتر برجسته بود در نشست صلح روز شنبه بین گرامی دو مسئله بود از دید من. چه فرق کنه؟ یکی که حرفای آذرین دادن اختیار کامل به یعنی پس پروسه صلح به عبدالله بود، مثل که دیروز پمپیو هم گفت که یعنی صلاحیت دار کامل پروسه صلح باید عبدالله باشه. و از دومی که حرفای عنیف اتمر اساسا انگیزه ملی ایت نداشت برای تامین صلح. او تاکیدش بر اصرار بیگانه ها برای تامین صلح و قطع کمک های جامعه جهانی بود و از درد و بینوایی و بیچارگی مردم ما شما اصلا یاد نکرد. فقط گفت که اگر ما این مسئله یک جا نشیم، تمام گفتم کسایی در اونجا جمع بودن که شاید به استثنای چند تنه که همه منافعشان در خطر است، اگر کمک ها قطع شود دیگه اینا هم آواید خود از دست میتن، سای مالی خود از دست میتن. یکی از عواملی که اینا دور هم جمع شدن که به گفته بعضا که مجلس شاید بخانه داشته باشه در خطر افتیدن منافع مالی یک تعداد بود. خب ما بیشتر نمیخوایم روی صحبت کنم بینا گرامی، اما امروز شما گزارشات شنیدین که روزنامه آرمان ملی مثلا 8 صبح یک سلسله رازهایی که در آجندایی که طالب ها برای تیم مذاکره کننده دولت تصمیم کردن اونجا نوشته شده برجسته شده و این رازها را امروز روزنامه 8 صبح به نشر رسانده که خوب است که با شما یک جا این گزارش را از 8 صبح با هم گزارش 8 صبح از SCG 24 با هم یک جا تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم. موضوعات پیشنهادی دولت و طالبان برای بحث روی میز مذاکرات تبادله شد. روزنامه 8 صبح کابل گزارش داده است که منابع آگاه از مذاکرات دوحه میگویند که هیئت‌های دولت و طالبان فهرست‌های موضوعات پیشنهادیشان برای بحث روی میز مذاکرات را با یکدیگر تبادله کرده اند. این منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح اعلام کرده اند که فهرست طالبان حاوی حدود 20 موضوع است که برای بحث با هیئت دولت پیشنهاد شده است. طبق این فهرست نظام سیاسی که طالبان برای آینده افغانستان پیشنهاد کردن یک نظام اسلامی و بدون پیشوند یا پسوند جمهوری و یا دموکراتیک است. طالبان همچنان خواستار تشکیل شورای سراسری عالمان دین اسلام در کشور شدند. نظام آموزش و پرورش پیشنهادی طالبان در این فهرست زیر عنوان معارف اسلامی آمده است. به همین شکل این گروه پیشنهاد کرده است که حقوق و جایب و آزادی زنان و مردان در چهارچوب نصوص و شریعت اسلامی تعریف و تعیین شود. در باب آزادی مطبوعات و رسانه ها گفتند که حدود آزادی و فعالیت نهادهای رسانه‌ای باید طبق دستورات اسلامی مشخص شود. این موارد از نکات درشت موضوعات پیشنهادی هیئت طالبان برای بحث با هیئت دولت روی میز مذاکرات است. دولت هم فهرست موضوعات پیشنهادی خود را با جانب طالبان شریک کرده است. یکی از موضوعات پیشنهادی دولت مسئله آتش بس است. هیئت دولت همچنان پیشنهاد کرده است که نظام جمهوری اسلامی کنونی همراه با نهادهای مثل ارتش و پلیس و قانون اساسی آن باید حفظ شود. تا هنوز
جزئیات بیشتری موضوعات پیشنهادی دو طرف برای بحث روی میز مذاکرات عمومی نشده است. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت که در آجندای مذاکرات صلح برای مردم آتش بس مهم است. به همین دلیل روشن است که راهکار پیشنهادی طالبان برای تشکیل نظام اسلامی چیست و شورای سرتاسری علما چی نقش در این نظام خواهند داشت. منابع در دوحه قبلا به روزنامه هشت صبح گفته بودند که مواضع دو طرف نسبت به هم بسیار دور است و مذاکرات احتمالاً زمانگیر خواهد بود. هیئت‌های دولت و طالبان کار روی تعیین موضوعات مورد بحث در مذاکرات را روز شنبه 14 قوس آغاز کرده بودند. اما آنچه که مهم است بین گرامی، تشکیل نظام اسلامی و شورای سرتاسری علما. در تشکیل شورای سرتاسری علما دیگرش حرفی از انتخابات و رفتن به سوی انتخابات همگانی وجود نداره. شورای سرتاسری علما زیر نظر رهبری که باید در نظام اسلامی وجود داشته باشد عمل خواهند کرد و رهبری آینده را در کشور تعیین خواهند کرد و حساب تا جایی که دیده میشه دست بسته. امریکایی ها در رأس خلیزات نظام و مردم افغانستان تحویل ترورستان طالبی میکنند. چنانی که امروز راس ویلسن سرپرست سفارت امریکا در افغانستان میگوید که طالبان انتظار دارند تا کمتر از 10 روز دیگر 7000 زندانی دیگر این گروه از زندانهای حکومت افغانستان آزاد شوند. وی که در یک نشست آنلاین با خبرنگاران سخن میگفت تاکید کرد که بخش مشخص در ارتباط به این مورد در توافقنامه امریکا با طالبان جا داده شده است. او در این باره گفت بخش مشخص در ارتباط به 7000 زندانی دیگر طالبان در توافقنامه امریکا و طالبان جا داده شده است و اگر محاسبه شوند طالبان تحت شرایط این توافقنامه توقع دارند که این زندانیان تا نیمه های ماه دسامبر رها شوند. من تاریخ مشخص آن را به یاد ندارم. این دیدگاه ماست. از آنجایی که مربوط ما می شود همه بخش های توافقنامه امریکا و طالبان با یکدیگر گره خوردن. شما نمی توانید یک بخش آن را بکشید و بگویید این بخش باید باشد در حالی که بخش های دیگر نباشد. این در حالی است که محمد نعیم سخنگوی هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر میگوید که در دیدار زلمه خلیزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با اعضای گروه طالبان نیز روی رهایی زندانیان این گروه گفتگو شده است. اما غنی در نخستین نشست شورای مصالحه ملی گفت که حکومت افغانستان با رهایی بیش از 5000 زندانی طالبان تعهدش را برای صلح ادا کرده است. اکنون نوبت طالبان است که به تعهداتشان عمل کنند و آتش بس اعلام کنند. سرپرست سفارت امریکا در بخش دیگر از سخنانش تاکید کرد که رهبران سیاسی افغانستان باید با یک اجماع سیاسی مشترک از بهره رسیدن به صلح در روند صلح تصامیم جدی بگیرند. نقش احزاب سیاسی منافع ما در اجماع متحد میان رهبران جمهوری اسلامی است که میتواند با پیشرفت این مذاکرات تصمیم های جدی بگیرند. برای هیئت مذاکرات در دوحه هدایت واضح بدهند و به گونه آن را انجام دهند که منافع ملی را انعکاس دهد در مقایسه با منافع کوچک سیاسی یا منافع قومی یا موضوعات کوچکتر از آن. خب بدون گرامی همتون که شنیدین از آزادی 7000 ترورست دیگه که باید پیش از 15 دسامبر اینا آزاد شوند خبر داده میشه و این آزادی را ترورست ها خودشان نمیگن. جالب است که این صدا از انجری سرپرست سفارت امریکا بلند میشه و از انجری زلمه خلیزاد. آیا هنوز هم قبول کنیم که جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان آمد؟ آیا هنوز هم بپذیریم که اینا آمدن تا ما را از شر تروریست ها، از شر ددمنش ها، از شر دهشت افغان ها، از شر اینا نجات بدن؟ یا همتون صریحاً واضح بگیم که آمدن تا بیشتر ما را بدبخت بسازن، تا بیشتر وطن ما را ویران بسازن، تا بیشتر سلاح‌های مدرن و پیشرفته خود در کشور ما اینا امتحان کنن، معادن ما و شما را استخراج کنن، داشته‌های طبیعی ما و شما را به یغما ببرن و در پایان پس دوباره اختیار سرنوشت وطنداران دردمند و به گروگان گرفته ما را دوباره به دست امید تروریستای وحشی بسپارن. آیا واقعا شرم‌آور نیست برای سرپرست سفارت امریکا برای زلمه خلیزاد این خائن ملی که اینا بار دیگه
میان و میگن که باید 7000 تروریست روسیای از خدا بی خبر خلقیای ناکام و حادثه نجیب دوباره آزاد کنین که اینا برن به سنگرها و از مردم مسلمان ما انتقام بگیرن. همین چند روز دو روز میشه که عکسای ملا برادر پیدا کردن مردم که یکی از اون خلقیای لعنتی خدا شرمانده اردو بوده که ری آل ریش مانده و قیافه خود تغییر داده و لنگی و گذاشته و عرف از اسلام میزنه. ما بارها گفتیم که با خدای بزرگ سوگند میخورم که یک نفری طالب مسلمان نیست، با خدای بزرگ سوگند میخورم که یک نفر عذیت به نام خدا یک قدم نگذاشته، صرف اونمون نیات شومی از اینا که از بردن از شکست های خود در جهاد مقدس مردم افغانستان و اونمون حادثه‌ای که نفوذی که جابجا شدن در بین تنظیم ها و علاقات مجاهدین و امروز اینا 3500 خلقیه که شامل گروه طالب شد کجاست بیندای گرامی؟ چرا یکی از اینا وجدان پیدا نمیکنه، نمیانوی واقعیت ها رو بر مردم نمیگن که برادر اینجا دیگه اسلام یک بهانه است، اسلام یک روپوش شده برای یک تا چهره های بسیار کثیف و سیاهی که فقط میخواین از مردم مسلمان ما انتقام بگیرن. و ما میبینیم که با چی دیده درایی ما اون سرپرست سفیر امریکا میگه که این 7000 هم باید رها شوه، تو نمیشه که یک بند از قرارداد تطبیق شه و یک بند دیگهش نشه، یعنی این قرارداد بینگرمی به شکل مکمل تا آل ایچ کس نشان ندادن که دیگه چی آمده در این قرارداد. تو در اون قرارداد خب 5000 آمده بود، این 7000 از کجا شد؟ و اگر پنهان کردن لعنت خدا به ظلمه خلیزاد که چنین جفا و چنین خیانت را در حق مردم ما و در حق وطن ما انجام میده. امروز میررحمان رحمانی رئیس مجلس نمایندگان نیز در نشست مجلس گفت که درخواست رهایی 7000 زندانی دیگر طالبان که دیروز توسط سفیر امریکا مطرح شد به افراطیت و تقویت صفوف طالبان می انجامد و قابل تشویش و نگرانی خانه ملت است. رحمانی تأکید کرد امیدواریم که مثل گذشته بدون پیشرفت در مذاکرات و توافق طالبان روی آتش بس زندانیان این گروه رها نشن. این آقای رحمانی هم قسمن راه را باز میمانه که اگر آتش بس میشه، یک توافق برای آتش بس میشه، این 7000 رس حیوان دیگر هم آزاد بسازین که برن به پشت سنگرها و سنگرها را برای بهار سال آینده گرم نگاه کنن. علی اکبر جمشیدی عضو کمیسیون امور دفاعی مجلس نیز در این خصوص گفته که بحث رهایی 7000 زندانی طالب در حال از سوی سفارت امریکا مطرح شده که هیچ پیشرفتی در مذاکرات صلح صورت نگرفته است. جمشیدی تاکید کرد که مردم افغانستان از دولت می خواهند تا زمانی که طالبان بالای آتش بس توافق نکردن هیچ گونه امتیاز در راستای رهایی زندانیان این گروه نباید داده شود. اینه که هیچ کدام از اینا به آرای ملت مراجعه نمی کنن، هیچ کدام از اینا انگیزه ملی برای صحبت ندارن. اگر میگن که اونو آتش بس اگر انجام صورت بگیره، اینا بتنی وحشیار وی تروریستا وی حیوانات از زندان ها ویمان خانه های زندان آزاد بسازن که برن اینا بچرن خون بریزن، چون به ریختن خون عادت کردن، اینا به خوردن گوشت مسلمان اینا عادت کردن، پس بودن از اینا در زندان ها در دره دوا نمیکنه، از کجا اینا خون بنوشن؟ مگر اینکه برن در بیرون وحشیانه و بسیار بیرحمانه بالای مردم ما حمله کنن و از خون مردم دردمند ما تغذیه کنن. جمشیدی با اشاره به رهایی بیشتر از 6000 زندانی طالبان پیش از شروع مذاکرات قطر گفت که دولت افغانستان گام های بسیار بزرگی را برداشتن و اکنون نوبت طالبان است که بالای آتش بس توافق کند و بعد از آن گام سوم را باید هیئت دولت بردارد و این موضوع به جا خواهد بود.